چنگ عشایری مدیر کل راه ترابری استان اصفهان و رئیس هیئت والیبال این استان هستیم. یک سوال کوتاه در فاصله فرصت کم خواهش میکنم بفرمایید آقای عشایری که والیبال اصفهان که متاسفانه در طی سالهای گذشته آسیب‌های فراوانی رو متحمل شده در چه وضعیتی قرار گرفته و انگیزه شما برای اسپانسری این تیم چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خدا قوت خدمت شما و سلام خدمت همه بینندگان عزیز و تشکر از عزیزان صدا سیما که پوشش زنده این مسابقه رو هماهنگ کردن که هموطنان عزیز ما به خصوص هم‌استانی‌های عزیز شاهد این مسابقه باشن. عرض کنم خدمت شریفتون که خب خوشبختانه استان اصفهان با توجه به جایگاهی که در حوزه ورزش داره در کشور، در خصوص والیبال هم قدمت 40-50 ساله داره و این نشون میده که نطفه والیبال در استان اصفهان یک کارنامه بسیار مثبتی داره، به شکلی که تاریخ والیبال اصفهان نشون میده که همیشه اصفهان یکی از تیم‌های پرقدرت در کشور بوده، چه در لیگ چه بازیکنانش در تیم ملی و سایر استان‌ها. اما در چند سال گذشته متاسفانه در بعضی مواقع مورد بیمهری عزیزان والیبال استان اصفهان قرار گرفت و اون باشگاه‌هایی که عمدتاً در واقع حمایت می‌کردن از حوزه والیبال و می‌اومدند در واقع تیم رو تشکیل میدادن و بازیکنهای مستعد اصفهانی رو در خود اصفهان به کار میگرفتن در کنار بقیه بازیکنهای خوب، خب متاسفانه این اتفاق در استان اصفهان نیفتاد و برعکسش عمل شد. خب دوستان تشخیص دادن که امسال در واقع مسئولیت فدراسیون چه هیئت والیبال استان رو به بنده موکول بکنن که طی برنامه و استراتژی که تنظیم کردیم این در واقع عنوان شد که حتما بایستی در تمامی رده‌های مسابقات و لیگ‌ها بایستی اصفهان حضور داشته باشه، هرچند شروعش قطع یقین با در کاستی‌های مواجه می بوده که بوده، ولی خب در سوپر لیگ تیم بارجسانس کاشان پدیده سوپر لیگ امسال است، در گروه خودش صدرنشین است در کنار در واقع نامداران والیبال کشور. خب این معید خیلی خوبی است. در دسته یکم که راه ترابری اصفهان خوشبختانه تیمی رو هرچند جوان و کم تجربه چیده، ولی خب شرایط مطلوبی رو در واقع به خودش نشون داده و اون نشاط و شور و هیجان والیبال رو در اصفهان برگردوندیم و قطع یقین ان‌شاءالله در سال آینده شرایط والیبال اصفهان بسیار بسیار و به مراتب بالاتر از اونی که الان هست خواهد بود. آقای عشایری، همونطور که میدونید 10 بازیکن زبده و خوب اصفهانی در سایر استان‌ها فعلا دارن بازی میکنن، مثل مهران زاره، فرهاد کاوه آهنگران، محسن اندلیب، علی مباشری، پیمان کریمی، هومن باقری، امیر هوشنگ شاه زمانی، مسعود غلامی، سعید رمضانی و فرزاد مله بهرامی. نظرتون چی است در برگردوندن این بازیکن‌ها؟ یا برنامه خاصی رو دارید؟ ببین، ما سال آینده انشالله برنامه‌مون اینه که حتما یکی از این باشگاه‌های مطرح در اصفهان از در واقع یک تیم سوپرلیگی رو به کشور حتما ارائه بدن و قطع یقین این اتفاق افتاد. اما هنگی هم که با فدراسیون شده چنین اتفاقی قطع یقین خواهد افتاد، حالا یا زوبان یا فولاد مبارکه یا یکی از در واقع صنایع موجود در اصفهان که استعدادش رو دارن. حالا اون دیگه بستگی به در واقع مربی و کادر فنی اون تیم خواهد داشت و قطع یقین به نفع اون تیم ها خواهد بود که از بازیکنهای بومی اصفهان که استعداد خوبی رو دارن تمام کننده ها و بهترین بازیکنهای تیم های استان های دیگه هستن که انشالله بتونه سال دیگه این هم محقق بشه که من این قول رو از عزیزان گرفتم که سال دیگه ما انشالله یک تیم سوپرلیگ رو با توانایی خوب در کنار باشگاه بارجسانس انشالله خواهیم داشت. انشالله. از شما سپاسگزاریم. به ادامه دیدار دو تیم راه ترابری اصفهان و شهرداری یاسوج میپردازیم که در ست سوم تونستن راه ترابری نتیجه 7-3 رو به دست بیارن. خب یک دفاع عالی از معصومی شاهد بودیم، سروش معصومی یار شماره 10 و قدرتی زن
تیم را ترابری اصفهان این دفاع رو انجام میده و هشتمین امتیاز رو برای تیمش کسب میکنه. 8-3 را ترابری اصفهان در ست سوم جلو میفته. این جوان ها اگر به خود باوری برسن و اگر یک مقدار بهشون توجه بشه، بی تردید در آینده بسیار نزدیکی حرفای زیادی در والیبال کشورمون خواهند زد. به هر حال دو ست رو شاگردان آقای زمانی به تجربه و کارایی ایرج مظفری سرمربی تیم شهرداری یاسوج و بابک مظفری در واقع باید بگیم واگذار کردن. پاسور چیره دستی که بهترین پاسها رو تونسته در این دیدار بده. به هر حال برمیگردیم به بازی. به دست تک دفاع سروش معصومی توپ برخورد میکنه، در انتهای زمین بازیکنی نیست که بره این توپ رو تعقیب بکنه و در اختیار بگیره. چهارمین امتیاز به دست میاد. ملکی دریافت از مهربانفر، پاس کوتاه به صورت جا خالی، دریافت رو شکل میدن، توپ از بالای تور عبور کرده و میبینیم که فرهاد وزیری از این توپ باد آورده. به این چهره به خوبی استفاده میکنه و نهمین امتیاز رو برای تیمش کسب میکنه. خودش زننده سرویس هست، توپ رو به خارج میفرسته. عرض کردم که امروز مشکی پوشان را ترابری با این خراب کردن های سرویس دو ست رو واگذار کردن. دهمین امتیاز روی پاس زیبای اسکریان و اسپک بسیار خوب محمد رضا آصفی به دست میاد. بله دو ست رو واگذار کردن اما در ست سوم 10-5 جلو هستن و باید قدر این موقعیت رو بدونن. دریافت خوب از معصومی، سعیدی توپ رو به هر شکلی هست از بالای تور عبور میده، دفاع میکنه، یک دفاع خوب از آصفی، باز هم دفاع به صورت جا خالی، اسکریان توپ رو ارسال میکنه اما اسپک محمود پورغاز از منطقه 4 پس از برخورد به دست مدافعین به این ترتیب به ثمر میرسه. 10-6 سهیل احمدی پشت خط زن یک زمین شهرداری است. از پشت خط یک سوم موفق هست وزیری. من باز هم باید بگم وزیری دیر به زمین اومد که اگر از ست اول در ترکیب تیم قرار گرفته بود نتیجه بخشتر عمل میکرد. آصفی دریافت به خوبی شکل میگیره، اسپک از منطقه 3 پس از برخورد به دست سروش معصومی به بیرون میره، اسپکی که میثم تیموری این بازیکن به این ترتیب به ثمر میرسه. در خط سرویس پورغاز هست، دریافت از سعیدی، توپ از بالای تور عبور کرده بود. خب اعتراض بیمارت هست، توپ از بالای تور عبور کرده. ملاحظه میفرمایید که ملکی به راحتی این توپ رو تبدیل به امتیاز میکنه. 11-8 دوباره دریافت از معصومی، خطا هست روی پاس اسکریان، دخالت داشت بابک مظفری. حرکت آهسته رو ملاحظه بفرمایید. به این ترتیب مانع پاس اسکریان شد، خطای حمل میگیر آقای قاری. 12-9 خب دریافت رو سعیدی انجام میده،
دفاع خوب از قلیچ نیازی امروز بسیار مؤثر عمل کرده، به ویژه در خط دفاع. معین خدایی مجددا به زمین میاد و این بار علی نساج کاپیتان تیم از زمین خارج میشه. دریافت از مهربان فر، یک پاس خوب برای سعیدی به صورت جاخالی، دریافت از سعیدی، موفق هست وزیری، فرهاد وزیری از منطقه چهار، این چهره توپ رو به ثمر میرسونه و خودش میره که در خط سرویس قرار بگیره. حرکت آهسته رو هم ملاحظه فرمودید، سعیدی هست، سرویس دننده سعیدی بود که توپ رو به خارج فرستاد. این بازیکن بابک مظفری تیمش دو امتیاز رو عقب هست، یک سرویس خوب رو اجرا میکنه، پاس برای وزیری که باز هم موفق است. هرگاه پاس ها به وزیری ختم شده، این بازیکن چپ دست به خوبی عمل کرده و حاصل کارش کسب امتیازات پی در پی بوده که در ست های دوم و سوم شاهد بودیم. کار دوبله، دریافت رو از انتهای زمین سعیدی تکمیل میکنه، یک دریافت خوب از آزمون و اسبک ملکی که توپ رو به خارج زمین میفرسته. خلیل آزمون، هم اسم خلیل آزمون سرمربی تیم گنبد هست و باید بگم برادرزاده اون خلیل آزمون، از دشت گرگان یا از ترکمان صحرا در تیم شهرداری یاسوج بازی میکنه. داخل هست اسپک قلیچ نیازی، دیگر بازیکن ترکمن تیم شهرداری یاسوج. به این ترتیب ملاحظه میفرمایید به چه زیبایی ضربش رو به توپ وارد میکنه. ملکی، دریافت از مهربان فر و باز هم موفق فرهاد وزیری، این بار محکمتر و با اعتماد به نفس بیشتری ضربش رو به توپ وارد کرد، 16 امتیاز رو به دست آورد. تا یک دقیقه وقت استراحت فنی به دو تیم داده بشه. عرض کردم این جوان‌ها باید به خود باوری برسن. چهره آقای علیرضا زمانی سرمربی تیم راه ترابری رو ملاحظه می‌فرمایید که صحبت‌های لازم رو با همین بازیکنی که تعریفش رو می‌کردیم، فرهاد وزیری، انجام میده و این هم آقای ایرج مظفری، سرمربی با دانش و تحصیل کرده ی تیم شهرداری یاسوج که سالیان متمادی در تیم‌های ملی خوب و تابناک والیبال کشورمون هست. از پشت خط یک سوم بارها بارها در مقابل تیم‌های قدر در مسابقات بین‌المللی مسفر ثمر بوده.